همبستگی حقوق دانان با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون آینه من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوختم که بار دیگر با حضور دوستان و همکاران ارجمندم بخش دیگری از برنامه همبستگی حقوق دانان رو خدمت شما تقدیم میکنیم این برنامه اختصاص به مسائل حقوقی از همه نظر و در همه جهات داره و نیاز داره به همکاری و کمک تمام حقوقدانان و وکلای ایرانی در ایران و در سراسر نقاط دنیا ما در این برنامه ضمن عزیزانی که در استودیو به ما میپیوندند همینطور آغوشمون باز هست برای عزیزانی که از کشورهای دیگه از طریق زوم یا اسکایپ یا سایر رسانه های ارتباطی با ما باشند و صحبت کنند و من از همین جا تقاضا میکنم عزیزانی که مایلا از طریق ایمیل یا تلفن های استودیو که به نظرتون میرسه با ما تماس بگیرید و اجازه بدید که ما در این برنامه در خدمتتون باشیم همکاران عزیز من که امروز در استودیو تشریف دارند و بر من منت نهادن با وجود زیغ وقت و مشغله فراوان این فرصت رو دادن که ما در حضورشون باشیم و از تجربیات و دانششون استفاده بکنیم به ترتیب از طرف چپ بنده عبارت از خانم النا مبتاهی خانم در کنار ایشون خانم حنا روح بخش و در کنار ایشون خانم الهام شفا هر سه وکلای درجه اول و رسمی دادگستری امریکا هستند که ما تقریبا هر هفته این توفیق رو داریم که در خدمتشون باشیم خیلی خوش آمدید خب قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم من مایلم که دوستان رو به یک زیافت فکری دعوت کنم و چیزی برای اندیشیدن و خوراکی برای تفکر میدونید که در ماه گذشته که انقلاب زن زندگی آزادی در ایران اوج گرفته بود و بعد به نوعی ظاهرن به خمودگی و خموشی گرایید خیلی ها یا خیلی ها فکر کنند که این نامید کننده است یا چی شد یا نتیجه چی شد یا بعضی ها گفتن آیا فقط نتیجه این همه اه... کشت و کشتار و انقلاب و خونریزی و همه اینها اه... آسان شدن مثلا هجاب بود یا اینجور چیزها ولی نه حقیقت همیشه به قول برتو برشت میگه آنچه اصل است همیشه از دیده پنهان است خیلی وقتا ما باید به عمق مسائل نگاه کنیم و به واقعیاتی که شاید در آن در حال حاضر و در یک نظر به چشم نمیاد ولی با کمی دقت و با کمی گذشت زمان نتایج آثارش معلوم خواهد شد ما در امریکا در همین کالیفرنیایی که در خدمت شما دوستان هستیم یک ایرانی برازنده یک خانم مچخص وکیل حقوق بشر تحصیل کرده ی حقوق فوقلاده فوقلاده برجسته و از همه نظر از لحاظ علمی و از لحاظ اجتماعی فعال داریم به نام خانم سارا سید و ایشون اخیرا یک کلیپی رو درست کردن در زمینه همین که آیا انقلاب ایران به کجا رسید انقلاب زن زندگی آزادی دو سه دقیقه بیشتر نیست من با اجازه خود ایشون این کلیپ رو گرفتم و امروز به نظر شما عزیزان میرسانیم و این قول رو هم میدم که از ایشون تقاضا خواهیم کرد که در برنامه و برنامه های آینده حضورا در استودیو تشریف داشته باشند و با ما و با شما صحبت بکنند اجازه بدید که برویم به این زیافت فکر و سخنان خانم سارا سید رو بشتر میگن انقلابتون همین بود اینکه که تموم شد میگیم انقلابمون تازه شروع شده انقلاب که به تعداد آدمای توی خیابون نیست فقط انقلاب طرز فکریه که فراگیر شده از مغزها تا قلب جامعه انقلاب زخم هایی که جاش رو بدن ما نمیمونه ولی رو وجدان بعضی ها تا ابد هست انقلاب جای خالی چشم که بیناتر شدند انقلاب پدیدار شده چشم بصیرت میخواد انقلاب قلمیه که اسلحه شده آهنگیه که سرود ملی شده انقلاب تبدیل پارچه های سرکوبند به پرچم آزادی، انقلاب رقص حدیث در باد، انقلاب صدای نیکاست، آرزوهای سارینا، روایتهای توماج که هممون داریم زمزمش میکنیم تو روزمرگیهامون، انقلاب جون محساست که رو به این انقلاب داد، انقلاب بندهایی که گنجایش این همه آزاده رو ندارند اندیشه اند که پشت میله های زندان هم پرواز می کنند انقلاب نگفتنه به زور در فرهنگ در سیاست و هر قانونی که دور انسانیت حسار بکشه برای عشق تنگ تکلیف کنه انقلاب التهاب بوسه های عاشقانه است زیر پل آزادی انقلاب شعله شجاعتیه که با ریسمان دار خفه نمیشه شعله ورتر میشه انقلاب دست های پدری هند که قبر پسراشو میشوره انقلاب تخت خواب های خالی هند. انقلاب مدرسه‌ای که حوزه نمیشه نسلیه که ابزار نمیشه انقلاب دانشجوییه که نمیره میمونه و پس میگیره انقلاب ایمان جوانانی که با شریعت قریبه اند. انقلاب قریبه دیروزه که امروز آشنای آشناست انقلاب من نمیشناسه انقلاب تو نمیشناسه انقلاب فقط ما میشناسه انقلاب آینده که دیگه رویا نیست نقشه راهه انقلاب مردمی اند که طعم آزادی رو چشیدند زیر پوستشونه انقلاب آگاهی دگرگونی انرژی مگه انرژی از بین رفتنی است انقلاب ترکیه که خورده و به زودی تبدیل به شکاف میشه انقلاب تیکه تیکه شدن دیوار قطور دیکتاتوری است انقلاب یه دنیاییه که پشتمونه انقلاب در سمت درست تاریخی است دادنه انقلاب افتادن سنت های پوسیده طالبانی است انقلاب به خدا آمدنه به خدا چون خدا نوره چون خدا نوره بله بسیار موثر و بسیار درست و بسیار تکان دهنده بود سخنان خانم سید و هم تو که عرض کردم ان از خودشون خواهش خواهیم کرد که در برنامه ما در جلسات آینده حضور داشته باشند و با همیهنان هم صحبت بکنن اما این بحث راجع به انقلاب و آنچه که در ایران میگذره خواه نخواه انسان رو متوجه یک مسئله میکنه و اون که بساتی که امروز در ایران ما چیده شده برچیده نشده گسترده شده بر اساس تبعیزه بر اساس جدا کردن افراد از همدیگه است تو شکلت اینه تو نمیدونم مذهبت اینه تو فکرت اینه تو قدت اینه تو مکتبی هستی غیر مکتبی هستی حتی کسایی که یک مذهب دارن همه شیعه هستن مثلا اما بین مکتبی و غیر مکتبی بین خودی و غیر خودی اینا از مال اینا از ما نیستن یعنی یک مرزبندی عجیبی بین همه مردم در همه زمینه ها انجام شده تو به این دلیل نمیتونی بری دانشگاه تو به این دلیل نمیتونی این شغل رو داشته باشی تو به این دلیل نمیتونی تمام این مرز هایی که کشیده شده و روز به روز داره پر رنگ تر میشه در یک جامعه آزاد و یک جامعه پیشرفته و پیشرو مثل برف آب خواهد شد و از بین خواهد رفت زوب خواهد شد در امریکا شما میدونید یه گروه هایی هستن به نام مایناریتی گفته میشن مثلا ایرانی های جه تعلقی نمیشن در ایران ماینوریتی ها از لحاظ تاریخی به کسانی میگن که یعنی اقلیت به کسانی میگن که در تاریخ امریکا به اونا ظلم شده مثلا چینیا چون یه مدتی دوچار گرفتاری و ظلم بودن مایناریتی حساب میشن سیاه پوستان رنگین پوستان ماینوریتی حساب میشن چون پدران اینها رو از افریقا آوردن و به بیگاری گماشتن یا بعضی از گروه های دیگه زرد پوست و غیر و زالگ اینا اما ایرانی ها چون هیچ وقت ظاهرا بهشون ظلمی نشده در داخل امریکا مایناریتی اما قوانینی وضع می شود به نفع مایناریتی ها برای اینکه اینها رو یک مقدار از اون تبعیضاتی که در گذشته شده براشون جبران بکنه من ما تازه آمده بودیم امریکا خیلیا شنیده بودن این مسئله ای جبران گذشته رو و می گفتن خب ایرانیان برن تقاضا کنن به ما یه امتیازاتی تعلق بگیره و تمام بحث این بود که نه ما بایناریتی حساب نمیشیم ما اقلیت حساب نمیشیم ما مثل بقیه مردم هستیم یکی از حربه هایی که در امریکا همطور که میدونید برای مبارزه با این تبعیزات گذاشته شده مسئله افرماتف اکشنه یعنی که یک قوانینی گذاشتن که کسانی رو که در گذشته بهشون ظلم شده یه امتیازات بیشتری بدن که اینها بتونن جبران کنن به اصطلاح معروف میگن یک نوع اسب دوانی است که اسبا رو در فواصل معین قرار میدن که اسب برتر به اسب ضعیف فرصت تاخت بده یعنی اسب قویتر رو آخر نگه میدارن اسب ضعیف رو جلو میذارن شروع میکنه به حرکت که تا این اسب قوی برسه به او این تورسته باشه یه مقدار رایش رفته باشه این افرماتیو اکشن هم یک همچین مسابقه اسبانیه که اسبان ضعیف رو بهشون امتیاز بیشتر میدن اختیار بیشتر میدن که شما جبران کنید خب از جمله مصادیق افرماتیو اکشن چی بوده دانشجویان سیاه پوست یا رنگین پوست یا کسایی که جز ماینوریتی هستن در دانشگاه ها در شرایط مساوی اولویت دارن نسبت به بقیه دانشجوها و یا مثلا شهریه کمتری میدن یا پذیرششون راحت تره یا هر سال یه سهمیه یه درصدی از پذیرش این دانشگاه مال مثلا رنگین پوستانه اخیرا دیوان عالی امریکا در این زمینه به بر اساس لاسوت که شده بود علیه دانشگاه هاروارد و دانشگاه نورت, 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 نورت کارولاینا رأی خیلی تاریخی و جالبی میخواید در این زمینه صحبت کنیم امروز آره این اتفاقا خیلی تصمیم بزرگی بوده و توی امریکا خیلی به اصطلاح جنجالی بود برای اینکه افرمیتیو اکشن هم برای مدرسه ها خیلی مهم بود هم برای ورک فورس هم برای آرمی البته این قانونی که اومد از سوپریم کورت فقط برای مدرسه هاست فعلا yeah. ولی یه تکایه به اصطلاح تکون بزرگی بود برای اینکه خیلی مهمه برای چی گفت سوپریم کورت سوپریم کورت بعد از شاید 22 سال تصمیم گرفت یعنی به اینجوری رول کردن که دیگه افرمیتیو اکشن رو از فکر میکنم سال 2028 20 برمیدارن همجوری که شما گفتین قبل از این مدرسه ها و حتی الان توی ورک فورس و اینا اینا حتما باید یک تعداد به خصوصی و ماینارتی ها شامل میشن از سیاه و از هیسپانیک و از زنان چون میگن این ستا در قبل بهشون ظلم شده به اندازه کافی بهشون و میخوان کامپنسیت کنن به اصطلاح جبران اون دورانی که به اینا چیز مساوی ندادن تلافی اون موقع رو بکنن یه مدرسه بود که حدود 25 سال پیش این قانون رو گرفت که گفتش که مدرسه ها باید دیگه به سیاه و اسپانیکا و ماینارتی ها بذار کرایتریایی که اینا دارن مجبور نیست که به اندازه کسای دیگه باشه مثلا اگر یه بچه میخواد بره مدرسه باید جی پی اش مثلا 4.0 باشه که بالا حساب میشه اونا با سی و سه میتونن برن یا اگر مثلا باید سکور بیارن توی امتحان مثلا 2400 اینا با 1900 هم میتونن برن خب یه مقدار خیلی آنفر بود به بچه هایی که خب الان اپلای میکنن بر اینکه اینا خب خیلی هاشون میرفتن خیلی نمره های بالا می آوردن من من پسرم که پسر من رفت لاسکور رفته بود هاروارد همون سالی که اون اپلای کرد یه ایژن یه آقای ایژنی این میخواست بره مدرسه آسیائی. بله آسیایی و اونا نگرفتنش و به جای اینکه اونو بگیرن خیلی یه ها و اینا رو گرفتن و اون رفت سو کرد که حدود 6 7 سال پیش بود گفتش که شما تبعیض دیگه قائل میشی خب چرا من ایجنم چرا من نمره های من دو خیلی بهتره چرا من رو قبول نکردین اول گفتن که نه هاروارد و هاروارد یه پرایوت اینستیتوشن مدرسه خصوصی هر تصمیمی که بگیرن حق دارن که هر کی میخوان قبول کنن هر کی میخوان قبول نکنن به هر این رفت مقدمه به دادگاه دوم و اونم قبول کردن حرفش که بالاخره کشیده شد به سوپریم کورت و همین هفته پیش در اومد که نه دیگه از سال 2028 دیگه افرمتیو اکشن دیگه نیست دیگه همه مساوی هستن و برای مدرسه ها و من فکر کنم بعدا برای کار و اینام حتما دیگه اونم عوض میشه دیگه آه، حالا مثل که یکی دیگه از موارد تبعیض در ورود به دانشگاه ها یا یکی از ضوابط ورود به دانشگاه ها بودن خانواده هایی که جزء فکولتی هستن یا علامنای هستن پدر مادر این قبلا مثلا در این دانشگاه درس خوندن یا درس دادن یا حتی کمک مالی کردن و گویا یک همچین دعوایی هم علیه دانشگاه ییل تر شده و یه ایلم ادعاش این است که میگوید که ما که گفتید پرایوت انتیتی هستیم یعنی محصه خصوصی هستیم و دلمون میخواد هر جوابتی رو بذاریم برای مثلا یه درصدی رو بذاریم برای کسانی که پدر مادرشون اینجا درس خوندن یا نظایر اون و تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم مثل که دادگاه ها موافقت کردن با این استدلال که خب بله دیگه دو ساعت خصوصی رو که ما نمیتونیم مجبور کنیم که به راه ما بره نه ولی خب اولی خیلی جالبه این سوپریم کورت مثلا رولینگش رو پنجشنبه داد دوشنبه دوباره یه لاسوت دیگه فعال شد بگم بر علیه هاروارد دوباره حالا این دفعه سیاها و آسیایی و اسپانیکا دوباره سو کردن میگن که هاروارد و های کسایی میگیره که وضع مالیشون خوبه و یا اینکه پدر مادرشون این مدرسه اومدن و یا اینکه خیلی دونیشن میدن، پول میدن به مدرسه و چون ما اون موقعیت رو نداریم، نه پدر مادرامون اومدن نه وضع مالی خوبی داریم، نه دونیشن داریم بنابراین دوباره بر علیه ما داره الان دیسکریمینیشن میشه حالا نه این داستان هی ادامه داره دیگه این ولی خب این افرمتیو اکشن یه باز رولینگ بزرگی بود شما پسرتون رفت هاروارد دونیشن بزرگی کرده بودید <applause> یا خیلی خدا رو من نه خودم رفته بودم نه هاروار نه دونیشن دادیم و استثنا خدا رو شد قبول شد ولی خب دل... نظرتون راجب این چیه راجب به این افرمات بکشن <applause> تصمیم دادگاه خیلی جالب بود برای اینکه یکی از دلایلی که در نظر گرفت دادگاه این بود که خب ما اومدیم ما این قانون افرمری بکشن رو, رو گذاشتیم ما به قول معروف به شما این اپورتونتیتی رو دادیم. گفتیم اوکی شما بر علیهتون ظلم شده بیاین یه خود راه ها براتون باز بکنین ولی مدرسه ها اونطور که باید و شاید آمار نگه نداشته بودن که ببینم واقعا این قانونی که بر اجرا گذاشته بودن اصلا کمکی کرده آیا آینده بهتری دارن این بچه ها یا فقط دارن توی مدرسه قبول میشن و به راه براشون باز شده ولی آیا یه کار مفیدیه بالاخره یه دلیلی باید برای قانون باشه که اینو بخوان بیان به اجرا بذارن ولی خب آیا قبول نداریم که اونایی که به هر رفتن دانشگاه دیدن و تحصیلات عالی دارن جنرالی سپیکنگ وضع بهتری خواهند داشت موقعیت کاری بیشتری خواهند داشت موقعیت کاری بیشتری خواهند داشت ولی دانشگاه ها نتونستن به نظر من بیان اونطور ارائه بدن بگن آره خب ما نگاه کردیم ما رفتیم این شخص رو مثلا دنبالش رو گرفتیم ببینیم در زندگی اینا چیکار کار میکنن آیا واقعا آدم های موفقی هستن به خاطر تحصیلاتی که گرفتن مثلا به کامیونیتی کمک کردن به مقام های بالا رسیدن کمکی به کشورشون کردن اونطور که باید شاید نگر نداشته این مسئله رو دنبالش رو نگرفته بودن و یه یعنی چیزی هست که آره که و دادگاه هم میگه خب ما همچین قانونی اومدیم براتون گذاشتین حالا به ما نشون بدین که واقعا این قانون داره کار میکنه اگه کار نه. مفید بوده اگر, اگر نه برای چی ما همچین بیان قانون رو بسازیم من وقتی که میخوندم راجع بهش احساس میکردم که نیاز جامعه بوده یه موقع تو نیاز جامعه بوده که یک افرمتیو اکشنی باشه حمایت بکنه از این کسایی که بهشون تبعیض شده و الان 20 سال گذشته از اون دوره و این جامعه انگار اومده خودش رو به تعادل رسونده و این سیستم قضایی اومده اومده با نیاز جامعه رو بروس شده احساس من و برداشت من این بود داستان از این قراره که این داستان مثل ماجرای سوشال سیکیوریتیه که زمان روزویلت برقرار کردن موقعی بود که قول کمونیسم سر برآورده بود و افکار انقلابی و اینا خیلی زیاد در جوامع پیدا شده بود و دولت امریکا برای اینکه از حالت کپیتالیستی به دامن کمونیسم نیفته چون اینجا بعد از بحران 1930 و اینها خیلی تبعیض هم تبعیض هم اختلاف افتاده بود بین طبقات اینا سیستم اهرم سوشال سکیوریتی رو آوردن که یه مقدار حالت سوشالی بدن به جامعه امریکا و کمک کنن از لحاظ مالی به طبقه فقیرتر و محرومتر که در واقع جلوی انقلاب و جلوی برخورد طبقات رو بگیرن افرماتیف اکشن هم یک مقدار به نظر من یک از همون احرام است که برای جلوگیری از انقلاب و برخورد گروه ها چون به قول حافظ خودمون میگه که ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند اگر شما این عدالت رو برقرار نکنید و این کمک رو نکنید همون گدایان میان و دنیا رو پر از فتنه و بلا میکنند خب بریم به یک تنفس کوتاه و باز میگردیم با ما باشید دوستان عزیزی همبستگی یعنی تقدیم میکند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید. به اتفاق جهان میتوان گرفت بینندگان گرامی باز میگردیم به دنباله برنامه همبستگی حقوقدانان همونطور که به نظرتون رسید در این برنامه با همکاران گرامی خانم شفا خانم روح بخش و خانم مبتایی هستیم و در رابطه با جبران تبعیض های گذشته و اهرم هایی که دولت امریکا در این زمینه اندیشیده صحبت میکنیم به قصد اینکه شاید رهنمودی باشه برای خود هممیهنان ما و دولت مداران آتی ما و فعلی ما البته که بدانند که با ظلم و تبعیض چگونه باید مبارزه کرد و جلوی اینگونه گونه انحرافات اجتماعی رو گرفت حالا ما راجع به افرماتیو اکشن صحبت کردیم در جامعه امریکا و اینکه دانشگاه ها دیگه بر اساس رأی اخیر دیوان عالی امریکا از سال 2028 حق ندارند که مثلا به سیاه پوستان یا زرد پوستان یا اسپانیش ها به خاطر اینکه در گذشته مثلا بهشون ظلم شده یک ترجیحی قائل بشن در پذیرش اونها برای دانشگاه و راجع به این اهرم‌های های جبرانی صحبت می از جمله سوشال سکیوریتی که یه پولی رو در اختیار افراد نیازمند بگذاره برای اینکه جلوی انقلابات و برخوردهای طبقاتی در امریکا گرفته بشه و در مورد این افرماتف اکشن مثل که یک آماری هم وجود داره خانم شفا اگر که شما حاضر و ذهن هستید اشاره بفرمایید بله جالب بود من داشتم می خو... یه مقاله رو می و نوشته که 19 درصد از و... وکلای آمریکا آدم کالر هستن که مثلا هم بله جزو شدن نسبت به چهل درصد از جامعه و 36 درصد پزشکان ماینوریتی هستند. به طوری که مثلا سی درصد دنتیستا ماینوریتی هستن شما وقتی آمار رو نگاه میکنید خدایی یه چیز رو یک سوم از کسانی که واقعا توی این ها، پروفشن ها هستن اینها همه مقام های بالا در آن تحصیل کرده هستند ولی از موقعی که افرمری اکشن رو گذاشته بودن یک آمار جالبی که بود این بود که بین سال 96 و 97 چقدر این آمارها پایین رفته بود کلا سیاهها هسپانیک و نیتیو امریکن ها که توی برکلی بودن در سال 96 19 درصد بودن و یه دفعه میفتن به 6 درصد یعنی دلیلی که بعد از اینکه افرمتیو اکشن آمد؟ نه 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 قبلش برای همین یعنی دلیل هایی که مثلا آمار هایی که در نظر گرفته بودن برای همین احساس کردن که واقعا یه قانونی لازم هست که بیاد این دلایل ممکنه اینها جزءش بوده در سال دو از سال 2005 17 درصد توی میشیگن توی ماینورتیز بودن که یه دفعه میشه 9 درصد در سال 2008 همینطور آمارا داشته میرفته پایین برای همین این دل... بله دلیلای بوده منطقه که ترش اینه که اگر میخوان تبعیض مثبت قائل بشن تو اون زمینه ای که نسبت به اینها تبعیض قائل شده تبعیض مثبت رو بذارن یعنی در گذشته من فکر نمی کنم در انتخاب دانشجو نسبت به افراد تبعیض قائل شده شاید تو جاهای دیگه جامعه بوده ولی خب اینا برمیگردن به سالهای سالهای قبل یعنی اینو میخوان اینو به اصطلاح انجام بدن به خاطر اتفاقی که 100 سال پیش افتاده در ضمن ویمن زنانم توی این ماینورتی هستن دخترام خیلی راحتتر به مدرسه ها قبول میشن خیلی راحتتر به کارها قبول میشن چون من میدونم پسر من که مثلا گریجوییت شده بود تمام دوستایی که مثلا دختر بودن یا سیاه بودن تمام کارای عالی و اون تاپ کارا همه مال اینا بود یعنی دیگه همه میدونن سر کس خود، کسی خودشو ناراحت نمیکرد و خب اینا هم از یه تری خیلی درست فر نیست به پسرایی که اینا هم درس خونن اینا هم که تحصیل کردن اینا هم خب همه از این موضوع ناراحت بودن دخل... و اینا یعنی میخوان به اصطلاح کاری که 100 سال پیش شده 150 سال پیش شده رو بدن ولی الان همه میگن که خب موقعیت همه یکیه دیگه ما همه هم رو داریم ما همه داریم همون مدرسه رو میبینیم ما همه برای هم. چی الان دیگه بعد این برتریات های بسیار هم. که خیلی در آینده آدم اثر میذاره منظور من همین بود که جای جبران این تبعیزه پذیرش دانشگاه نیست چون این همه آدم ها تلاش میکنن برای اینکه بخوان به یه موقعیت تو دانشگاه برسن خب میتونن یک جای دیگه تبعیض رو جبران بکنن نه در مدرسه یا نه خب چرا دانشگاه میتونه یه وسیله باشه برای اینکه تحصیلات بهتر پیدا بکنن و موقعیت بهتری از لحاظ شغلی و مالی در موقعیت اجتماعی بهتری پیدا بکنن و خودشون مسئولتر بدونن در مقابل ولی در مورد خانم ها هم طور که گفتید خود معروفه میگن امریکا سرزمین خانم هاست دیگه و در این کشور زن و مرد هر دو مساوی فقط خانم های خود مساوی تر <تصفح> <تصفح> به هر حال این <تصفح> برتریت میگرن جا حتی میتونم یه موقعی توی کورت و اینام خانوم ها برتریت دارن برای, برای آزی شدن؟ بله. نه در تمام من با تا حدودی با این استیتمنت موافق هستم برای که هنوز من فکر می کنم خیلی شرکت ها هستن و یا کمپانی های بزرگ هستن که متاسفانه همچین موقعیت رو برای خانم ها ندارن هم. و هنوز یعنی من دلیلی که میگم برای اینکه هنوز که هنوزه ما خیلی کیس های سکس می میبینیم که خانم ها سو میکنن به خاطر اینکه اون مقامی که میخواستن بهشون ندادن به جاش دادن به یه مردی که حتی ممکنه تحصیلاتش کمتر بوده یا از نظر شغلی اکسپریینسش کمتر بوده هنوز متاسفانه این مسئله هست من فکر نمی کنم هنوز اون طور که باید و شاید به صورت مساوی در اومده باشه یا دست برای خانم پایین تو خیلی از کار مشابه نه قرارم دست. نیست آخه به نظر من همیشه به کاملا تصاوی برقرار بشه برای اینکه از ابتدای خلقت دو جنس مختلفند از یک جهادی با هم متفاوتند حالا شما میخواید که همه چیز رو در این جامعه شما اون کاری رو که مثلا از یک پرستار خانوم یک نرس خانوم انتظار دارید و یک کارگر معدن در اعماق زمین انتظار دارید نمیتونید بگید که هر دو عین هم دارن کار میکنن یا اون خانومم بره در اعماق معدن کار بکنه من همیشه این مثال رو میزنم که مثلا اگر یک پدری یک مقدار عراضی کشاورزی داره یک مقدار پول نقد داره در بانک و میخواد وسیعت کنه دو تا پسرم داره میبینه یکشون استعداد کشاورزی و کار داره یکیشون استعداد تجارت داره و زمین کشاورزی رو در اختیار اون بگذاره پولا رو در اختیار اون کسی که تجارت میکنه و با فرض اینکه اینا مساوی باشن تصاوی رو برقرار کرده تصاوی به معنی یکسان بودن و عین هم بودن به نظر من نباید باشه البته یک خوردم باید قبول کرد که در امریکا زیاده روی های یا لوس هایی در این زمینه شکل گرفته و این ماجرای سکچوال هرسمند در ادارات و اینا رو که شما میگید آخه یک مقدار هم برمیگرده حالا این حرف ما ممکنه خیلی اعتراض برانگیز باشه ولی یک مقدار به طبیعت مرد و زن هست و این خلقت آدم و این هست که همونطور که آقای رابرت کینگ در کتاب The Moral Animal نوشته مردها در فطرتشون و در جنمشون این است که برن و شکارگر باشن و سید کنن و خانم ها در اینکه سلکتیو باشن انتخاب بکنن و خیلی در دسترس نباشن برای اینکه از مجموع این دوتا بهترین نسل باقی بمونه و بهترین جنها باقی بمونه حالا اگر ما بخوایم همه اینها رو نفی کنیم به نظرم یه خود برخلاف طبیعت داریم شنا میکنیم البته من منظورم Uh, منظورم discrimination بود اگه گفتم harassment رسمن آره, آره, آره. آره یه وقت آدم میخواد به فارسیش فکر بکنه لغت انگلیسیش هم آوازی در میاد ولی همه منظورم همون sex discrimination بود از a professor sex discrimination sex discrimination ها رسمن ولی خب آره سکس دیسکریمیشن یه خرده دیگه زیادی داره در امریکا داغ میشه حالا یه مسئله دیگه هم که اتفاقا تا این بحث رو داریم میکنیم راجع به جبران این مسئله استودنت لونا است که آقای بایدن مثل که فرمودن که ما یه بخشی از استودنت لون ها رو یا بدهی وام دانشجویی رو میبخشیم چون شما همطور که میدونید در امریکا وام های دانشجویی یک مسئله بزرگی یعنی یک کسی که میره در مدرسه طب یا مدرسه حقوق یا مدرسه پزشکی تا فارغ التحصیل بشه صدها هزار دلار بدهکار میشه میاد بیرون و اینو بعضیا بعد تا آخر هم قسط بدن با. باید. و بایدن برای اینکه ظاهرا میگن برای اینکه برای دموکرات ها رای جمع کنه برای انتخاباتی که سال دیگه در پیشه گفته که ما یه بخشی از این لون ها وام های دانشجویی رو میبخشیم ولی سوپریم کورت امریکا در این زمینه رأی داد که شما حق ندارید این کار رو بکنید و این از اختیارات رئیس جمهور خارجه که چنین کاری رو بکنه خب البته عجیب هم نیست چون سوپریم کورت الان در اختیار جمهوری خواهست یعنی با رئیس جمهور دموکرات خیلی همسون نیستن خیلی جالب که ببینید من فکر کنم شنیدم که جاستس کندی میخواد در حال ریتایرمنت داره کم کم بازنشسته میشه کسی که جای اونو بگیره چجوری سوپریم کورت میتونه از این ور به اون ور بشه و چقدر نسبت به چون میدونین که کلا قاضی هایی که آم روی آم مثلا اپوینتد میشن توی مثلا مال فدرال کورت که میرن بالا به اینا میگن آرتیکل 3 جادجز یعنی پرزیدنت um, آمریکا این قدرت رو داره که طبق قانون سوم um, الهی میگن الهاقی, الهاقی. Uh, the, based on the US constitution article 3 میتونن یه دونه کورت و رو اپو، اپوینت بکنن چیزی که خیلی جالبه وقتی که یه قاضی برای همچین پوزیشنی قبول میشه این پوزیشن در تمام عمر داره ولی قاضی هایی که توی استیت هستن اینا بعد مردم بهشون رای بدن که بتونن قاضی بشن برای همین اینا خیلی قدرت دارن و وقتی که به اون مقام دیوان عالی آمریکا میرسن دیگه البته قدرتشون هم دیگه به قول معروف میشه خیلی زیاد میشه و نسبت به پرزیدنتی که در اون موقع توی آفیس هستش که بتونه اون جاستس رو اپوینت بکنه اینا میتونن سپریم کورت رو شیفت بکنن به طرف خودشون این, این, این به قول معروف توازن وزنه توازن بالا قدر بالا و پایین میره نسبت به اینکه کدوم پرزیدنت توی آفیس باشه و کی اون موقع ریتایر بشه خب اون یه داستانی بود اگه یادتون باشه سر اوباما برای اینکه جاستیس گینزبرگ خیلی اوباما میخواست که دموکرات بود میخواستن که ریتایر بکنه دلی. و بره به خاطر اینکه اوباما میخواست خودش بذاره یه نفر میخواست ریپا... ریپابلیک باشه و ایشون خانم 84 5 سالشون بود و ریتایر نکرد گفت نه من میخوام بمونم و این بعدا که ترامپ اومد فوت شدن و اصلا مجرور ریپابلیک دموقرا... گذاشتن و همه چی عوض شد سو so این چیزا خیلی مهمه روغان امریکا. خیلی جالب این ماجرای انتخاب یا انتصاب اپوینتد یا انتصاب قضات فدرال توسط رئیس جمهور که به کلی اولا پولارایز میکنه و سیاسی میکنه ماجرای حقوق رو و اجرای حقوق رو در دادگاه های عالی امریکا و مهمتر از همه نشون میده که چقدر حقوق یک مسئله منجمد و سالید و خشک و یکسانی نیست یعنی شما یک موضوع واحد رو در اختیار این عالی ترین قضات عالم میگذارید حالا اینا شیش به سه هم. مثلا شیش تاشون رئیس جمهور جمهوری خواه انتخاب کرده سه تاشون رو دموکرات ها اینا بر روند اون انتخابی که ازشون شده یا اون رئیس جمهوری که انتخابشون کرده رای میده. یعنی همون موضوع واحد رو کاملا ضد هم صحبت میکنن حالا اگر این توازن به قول شما به هم بخوره حالا دموکرات ها اکثریت به همون موضوع دوباره برمیگرده مثل ماجرای رو ورسز وید راجب ابورشن و سخت و خیلی جالب بود که این کیس قبل از اینکه اصلا تصمیم دادگاه بیاد چند ماه قبلش بله. این مقاله رو دادن درست دلونو... کرده بود بله یعنی بله. اه... که قرار بود امضا بشه چند ماه بعد درس شده بود به بیرون و همه میدونستن که قرار چه چه خبره بله. بله. بله و واقعا شاک خیلی بزرگ بود و متاسفانه هنوز که هنوزه دارن راجبش صحبت میکنن و خیلی خانمایی هستن که متاسفانه زیر فشار خیلی بدی گیر کردن کسانی هستن که به خاطر همین مسئله باید از قسمت از اون استیتی که زندگی میکنن بعد بیان تفلیا پول جمع بکنن با هزار زحمت برن یه استیت دیگه که اونجا به قول معروف آره که پزشکا کمکشون بکنن برای تو استیتی که خودشون هستن اگه پزشکا کمکشون بکنن غیر قانونی و زندان میرن نفس این عمل رو که میبینید یک بام و دو هوا اگر این عمل ممنوع خب باید در تمام امریکا ممنوعه درسته. این چطوره که در 20 ایالت آزاد در 30 ایالت ممنوع نمیشم چیزی و ب... حالا بعضی وقتا من فکر کنم که این منشور یا بلور حقوق که شما از هر طرف نگاه کنید یه رنگی میبینید آیا این ای به علم حقوق یا حسنشه حسنشه چون حسنش شما از هر طرف به چرخونید و یک نتیجه دیگه بگیرید و یه در رازی کنید و یه در رازی کنید yes. ما وقتی, که ما وقتی دانشکده حقوق بودیم میگفتن اگه میخوایم به یکی وکیله یا دانشکده حقوق میره همیشه اول وقتی که شروع میکنن حرف بزنن میگن it بستگی, داره من فکر میکنم این خیلی اون رنگایی که شما میبینین خیلی بستگی داره که موضوع پشت پرده چیه که باید. همچین رنگی رو داره درسته. به شما میده مثلا میگن دریا رو نگاه میکنی آب که رنگ نداره ولی وقتی نگاه میکنی اون نور خورشید که بهش میخوره آبیه بستگی داره که چی به اون داره نفوذ میکنه پشت پرده چه خبره که یه همچین رنگی رو میده بیرون حالا بس به اینجا رسید این اسرار وکالت نباید شاید گفت ولی معروف میگن یک موکلی میره پیشه یه وکیلی و میگه آقا من یک سوالی دارم یه مسئله دارم وکیله میگه که چی مثلا میگه که میخ... چی میخوام می بدونم دو تا چند میشه میگه که سب سب بشین اینجا درو میبنده پرده ها رو میکشه ساکت و آروم میگه حالا میخوای چند تا بشه <تصفيق> 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 <تص <o> و همه رو نمیشه رازی نگه آره. ولی خیلی چیزا بستگی داری یعنی اگه واقعا سیاه و سفید بود ما دیگه اصلا ما همه بیکار میشدیم <applause> خب حالا با آمدن ای آی ارتفیشال اینتلیجنس هم ممکنه بیکار بشین ولی نمیدونم اگر راجب اون وکیل تفلی شنیدین در نیویورک بله اومده بود سایت سایتشن گذاشته بود از کیس هایی که وجود نداشتن اون وقت توی شکایت نامه که نوشته بود و بعد جارج طرف مقابل اعتراض کرده بود قاضی گفته بود جریان چیه باید بیا اینجا توضیح بدی و به بار گزارشش داده بودن بعد این اومده بود گفته بود که اینو برای من هوش مصنوعی نوشته و هوش مصنوعی اون کیسا رو ساخته من در واقع خیلی در جریانش نیستم که این چیه و خیلی صدا کرده بود ولی یه چیزی که هست میگن هوش مصنوعی نمیتونه کار وکلا رو جایگزین بکنه چون تو کارایی که نیاز به قضاوت کردن داره نمیتونه اون توانایی رو تا الان نداشته حالا درست میکنم <تصفيق> <تصفيق> جالب اینجا بود که هم قاضی خود قاضی برداشته به زنگ زده بود به دیوان عالی همون اپیلز کورد گفتو شما هم به کلرک به کلرک کلر، کلر، اپیل سکور زنده شما همچین کیسی دارین چون ما هیچ جا پیداش نمی‌کنیم و اونا رفته بودن چک کرده بودن گفته بودن نه ما هم همچین اسمی نداریم سایتیشنش هست ولی مال یه کیس دیگه است و هوش مصنوعی تو خیلی زمینه ها مثل قراردادها خیلی کارای خوبی کرده یعنی تو اون قسمت به با با کمک کرده اما تو قسمت های دیگه ای که شما ازش اسم بردین درد سر بوده من همینطوری به شوخی بهش گفتم یه وصیت نامه بنویس من با کارش راضی نبودم ولی مطمئنم نوعای دیگه هستن که کار میکنه بهتر شما شد. از این هوش مصنوعی های مجانی دارین اونا خوب نیست ولی خود خوب <تصفيق> <بید>. <تصفيق> 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 دقیق نیستن اونا پروفشنال بشن خب با تشکر از شما که وقتتون رو گذاشتید و اجازه دادید که ما از دریای معارف شما استفاده کنیم و با تشکر از بینندگان گرامی که تا این ساعت با ما بودند و به امید دیدار در هفته و هفته های بعد و همچنین با دعوت از همه همکاران در سراسر سر دنیا که اعلام و آمادگی همکاری بکنن با ما و ما با کمال میل در اختیارشون خواهیم بود روز و روزگار خوش همبستگی حقوق دانان همبستگی یعنی تقدیم می کند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید به اتفاق جهان می توان گرفت